صرف این کار کردیم، تشکر بودیم. این در واقع اولین برنامه بارتر زمستانی ما هست امروز با حمایت مرکز مطالعات خاورمیانه که دانشگاه روسیه. برنامه امروز به خصوص با همکاری و حمایت کرسی آموزگار به همت پروفسور حسین زیایی ترتیب داده شده و همینطور حمایت مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه روسیه. بعد از اینکه سخنرانی گرامی امشب رو خدمتتون معرفی کنم، یادآوری کنم که به زودی آقای بهرام بیضایی رو اینجا خواهیم داشت. خوشبختانه قبول کردم که تشریف بیارم، فقط سر تاریخش هنوز توافق نکردیم. می‌دونید که آقای بیضایی الان مهمان دانشگاه استنفورد هستن و یک کورس دوره فشرده دارن اونجا تدریس می‌کنن و اینجا دو تا سخنرانی خواهند داشت به زودی که تاریخش رو بعدا خدمتتون اعلام می‌کنم. و چند برنامه دیگه هم ترتیبش رو دادیم، از جمله 14 فوریه، 14 و 15 خانم دکتر زیبا میر حسینی سخنران ما خواهند بود، چون که قبلا هم خدمتتون گفتم که مقایسه خواهند داشت راجع به قوانین خانواده در ایران و در مراکش و نحوه‌ای که این قوانین تلاش شده اصلاح بشه. سخنرانای عزیز امشب رو که خوشبختانه صحیح و سالم به اینجا رسیدن از راه دور از شرق آمریکا اینجا داریم، خوشبختانه دکتر مجید محمدی و آقای مهدی خلجی. ابتدا دکتر مجید محمدی رو خدمتتون معرفی می‌کنم که ایشون در حال حاضر، البته خیلیاتون می‌شناسین از طریق برنامه‌هاشون، نوشته‌های پی در پیشون در رادیو فردا، در حال حاضرشون تحلیلگر جامعه شناسی سیاسی رادیو فردا هستن و به صورت عنوان نویسنده مستقل نوشته هاشون رو همه استفاده میکنیم. از سال 2009 با استونی بروک اینستیتوت گلوبال استادیز همکاری میکنن و تحصیلاتشون رو در ایران در دانشگاه شیراز در رشته مهندسی برق انجام دادن، ولی بعد مثل خیلی از ما علاقه‌مند به فلسفه و مسائل اجتماعی شدن. فوق لیسانسشون در رشته فلسفه در سال 1990 از دانشگاه تهران گرفتن و جامعه شناسی رو در سال 2006 از دانشگاه ایالتی نیویورک در استونی بود. قبلا هم در کالج گنویل استیت کالج استاد بودن، دانشجو بودن در رشته جامعه شناسی و یک دوره فوق دکترا در دانشگاه پرینستون طی کردن و عضو تحقیقی مؤسسه اوپن سوسایتی اینستیتوت بودن مدتی. بعد از اینکه در سال 2000 از ایران خارج بشن، در ایران هم بسیار فعال بودن در زمینه‌های مختلف، از جمله در پیشنویس قوانین مربوط به کتاب در کتاب و رادیو تلویزیون‌های خصوصی خیلی کار کردن، کلاس‌های رو تدریس می‌کردن در باره سیاست، دین و رسانه‌ها در کالج‌های مختلف، همچنین مشاور چند مرکز تحقیقی و رسانه‌ای هم بودن. آقای دکتر مجید محمدی چندین کتاب و تعداد زیادی مقاله دارن و چندین گرانت برای پروژه‌های تحقیقی دریافت کردن. از جمله کتاب‌هاشون که اینجا اسم می‌برم، بر بام‌های آسمان، سر بر آستان قدسی، دل در گروه افقی، دین علیه ایمان، جامعه مدنی ایرانی، لیبرالیسم ایرانی، مقدمی بر جامعه شناسی فرهنگ در ایران، اصلاحات قضایی در ایران قرن بیستم که به زبان انگلیسی توسط انتشارات راتلرز به چاپ رسیده. و کتاب سیمای اقتدارگرایی، کتاب فارسیشون بیشتر قصد نشریه
انتشارات قطره و انتشارات مرکزی چاپ کردم. و اما آقای استاد مهدی خلج که در حال حاضر پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات سیاسی خاورنزدیک واشنگتن هستند، یعنی واشنگتن اینستیتوت فور میدل ایست پالیسی، و تحصیلاتشون رو آقای خلجی شامل میشه به گذراندن دوره‌های الهیات شناسی شیعه در حوزه علمی قم، فلسفه در دانشگاه تربیت مدرس در ایران، دوره تفسیر و الهیات شناسی شیعه در دانشگاه سوربن پاریس. از ایشون هم ما مقالات متعدد و چند کتاب داریم، از جمله ایشون کتاب‌ها و نوشته‌هایی که دارن در زمینه افکار اسلامی مدرن، روندهای جاری در ایدئولوژی اسلامی، یک داستان یا نوبل به فارسی تحت عنوان ناتنی، و کتاب اخیر ایشون عبارت است نظم نوین حکومت فقها در ایران، که البته من به فارسی ترجمه کردم ولی کتاب به انگلیسی است، The New Order of the Clerical Establishment in Iran، که ناشرش باران آیدا برد. آقای خلجی در خود من با کاراشون در بی بی سی و رادیو فردا با کاراشون آشنا شدم و بعد به دلیلش هم بعضی مقالاتشون رو خوندم و خیلی خوشحالم که امروز برای در واقع بار دومیشون تشریف میارن UCLA. من خواهش میکنم بازم تشکر از آقای مالاز برای کمک‌هایی که کردید و پروفسور زیایی برای حمایت از این برنامه. اجازه بدین که من خواهش کنم از سخنران تشریف بیارید و آقای دکتر مجیدی شروع کنن. سخنران ما حدود 20 دقیقه هر کدوم صحبت میکنند، سعی میکنیم فرصت زیادی رو بذاریم برای پاسخ و پرسش و گفتگو با شما شنونده های عزیز. آقای مجیدی کل فن تکنیکال دیفیکولتیز. سلام دارم خدمت خانم ها و آقایان عزیز که قدم بنجه فرمودن و به این جلسه تشریف آوردن و گوشه ای از وقت روز تعطیل خودشون رو به مباحث سیاسی و اجتماعی تخصیص دادن. عنوان صحبت من هست 7 موج دیرپای اقتدارگرایی در ایران معاصر، و عمدتاً در مورد گفتمان‌ها و ایدئولوژی‌ها صحبت می‌کنم. در مباحث جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی عمدتاً به جنبش‌ها و تحولات اجتماعی 160 ساله اخیر اشاره شده. وقتی هم صحبت از دوره معاصر می‌کنم عمدتاً از دوره تحولات و اصلاحات امیرکبیر در حدود 1850 اون رو مبدأ قرار میدم. اینا تعریفی است، خیلی بر سنگ نوشته نشده.